Ассаламу алейкум, бинандаҳои азиз гиромӣ. Барномаи тиллотии ахбору бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намудан мустақиман пешкашатон мегардонем. Имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Сарони давлатҳо ба муносибати 30 солагии истиқрори муносибатҳои дипломатӣ میانی تاجیکستان و قرغیزستان همدیگر را تبریک گفتند. در هفته صحبت جانب ها حالت کنونی و دورنمای همکاری های تاجیکستان و قرغیزستان را بررسی نمودند. سران دو دولت نتیجه های از جانب کشورها طول 30 سال سپری شده جهت رشد همکاری های بین دولتی در ساحه های سیاسی، اقتصادی و تجارتی، فرهنگی و گومانیتری و دیگر عرصه ها به دست آمده، همچنین تجربه مثبت همکاری در دایره سازمان های بین المللی و منطقوی را قید کردند. مهمیت حل و فصل همه مسئله های موجوده در روحیه دوستی و حسن همجواری تاکید گردید. در ارتباط با این جانب ها از موقع گیری سازنده در حل تمام مسئله های روزمره روزنامه دو جانبه تاجیکستان و قرغیزستان و فعالناکی روند مذاکرات در چارچوب کمیسیه مشترک بین حکومتی اوید با دلیمیتاسیا و دمارکاسیای سرحدی دولتی جانبداری نمودند. مورد ذکر است که تا زمان اخیر 125 کیلومتری خط گزارش مرز دولتی معین کرده شده است. با این منظور خط سرحدی تا امروز موافقه شده در مجموع 625 کیلومتر یا 63% طول عمومی آن را تشکیل می‌دهد. در جریان گفتگوی تلفنی اینچنین اطراف مسئله های علاهیده بین المللی و منطقوی تبادل افکار انجام یافت. امروز میانی اساسگذاری سولو وحدت ملی پیشوای ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پریزیدنت جمهوری قرغیزستان محترم صدیر جاپاروف با مناسبت 30 سالگرد برپا نمودن رابطه های دیپلماتیک دو کشور مبادله برقی های تبریکی با عمل آمد. در برقیه تبریکی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با عنوان پریزیدنت جمهوری قرغیزستان محترم صدیر جاپاروف آمده است. محترم صدیر نورگاژیویچ، با شما تبریکات خود را با مناسبت 30 سالگی برپا نمودن مناسبت های دیپلماتیک میان تاجیکستان و قرغیزستان ارسال می نمایم. تا 13 ساله سپری شده کشورهای ما در روحیه دوستی و حسن همجواری در رشد همکاری های بین دولتی در ساحه های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری و دیگر عرصه ها به نتیجه های معین نائل گردیدند. تاجیکستان و قرغیزستان در دایره ساختارهای بسیار جانبه تجربه مثبت اندوخته در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقوی همدیگر را دستگیری می نمایند و یکجای تشبث های گلوبالی را پیش می برند. اطمینان دارم که گسترش منبعه مناسبت های تاجیکستان و قرغیزستان جوابگوی منفعت های اصلی شهروندان کشورهای ما بوده با نگاه داشتن صلح و ثبات در آسیای مرکزی مساعدت می نماید. باور دارم که ما با تلاش های مشترک من بعد نیز به تحکیم رابطه های بین دولتی همان همه جانبه مساعدت نموده آنها را با محتوای نوی عملی غنی خواهیم گردانید. با شما سلامتی بردوام و کامیابی ها با مردم دوست قرغیز و سولوس نکروزی و شکوفایی آرزومندم. در برقیه تبریکی پریزیدنت جمهوری قرغیزستان محترم صدیر جاپاروف با عنوان پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چنین گفته شده است. محترم امامعلی شریفویچ، تبریکاتی مرا به مناسبت 30 سالگی برپا نمودن مناسبت های دیپلماتیک میان جمهوری قرغیزستان و جمهوری تاجیکستان قبول فرمایید.
اطمینان دارم که با تلاش‌های مشترک و مطابق با منفعت‌های مردمان قرغیزستان و تاجیکستان ما می‌توانیم افزایش منبعی تمام مجموعه مناسبات‌های دو جانبه‌مان را که بر اصول‌های احترام متقابل صاحب اختیاری دولتی، تمامیت ارضی و خلل ناپذیری مرزهای دولتی اساس یافتند تامین نماییم. بر آن نظرم که مناسبات های بین دو کشور باید در روحیه دوستی، حسن همجواری و شریکی بر نفع مردمان قرغیزستان و تاجیکستان روش یابند. با استفاده از فرصت به شما صحتمندی کامل، نیکروزی و در فعالیت دولتیتان کامیابی ها با مردم تاجیکستان صلح و شکوفایی می نمایم. بینندههای گرامی برنامه اخبار را ادامه میدهیم. جمهوری تاجیکستان با راهنمایی و هدایتهای پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دوام بیشتر از 12 سال آخر در حل مسئله های مبرم بین المللی نقش کلیدی گذاشته، پیشصفی و تشبسکاری تاجیکستان صاحب استقلال را دولت های جهان اعتراف و همجانبه دستگیری می نمایند. همکنون تشبس نوبتی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به اعلان نمودن سال 2025 چون سال بین المللی حفظ پریاخو از جانب جامعه جهانی دستگیری یافت. معلومات مفصل در گزارش ظفر قیوم‌زاده. شش یکی اهالی سیاره زمین از آب آشامیدنی کمبودی داشتند، سه یکی مردم از آب احتیاج روزگار محروم است. در جهان هر 8 ثانیه کودکی از بی‌آبی بیمار می‌شود و یا می‌فوتد. وابسته به این و پهلوهای دیگری حل مسئله، پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان برای اعلان نمودن سال بین‌المللی آب تازه اقدام گرفتند. 20 دکبر سال 2000 سازمان ملل متحد تشبس اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان را درباره آب تازه که 149 دولت جانبداری کرد قبول نموده، سال 2003 را سال بین المللی آب تازه اعلان نمود. تغییرابی اقلیم و پیامدهای آن بخصوص آبشوی با صورت پریاخا از مسئله های می باشند که جامعه جهانی از جمله تاجیکستان را نگران کرده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان دایر به خطر تغییرابی اقلیم برای ذخیره های آب به خصوص پریاخا بارها در همایش های سطح بین المللی معروضه نموده، توجه اهل سیاره را به این مسئله جلب نمودند. محض تهدیدهای جدی گرمشوی گلوبالی اقلیم به پریاخای تاجیکستان و جهان بود که پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در برابر 4 تشبس جهانی مربوط به آب، تشبس نوبتی خود را وابسته به مسئله حفظ پریاخا به جامعه جهانی پیشنهاد نمودند. همین است که مهم و سری وقتی بودن تشبس 5 جهانی تاجیکستان در مسئله حفظ پریاخا از جانب کشورهای اعضای سازمان ملل متحد با اتفاق یارا قبول گردید. تاجیکستان در سطح ملی و منطقوی نیز بهر پیشگیری تغییرابی اقلیم چاره‌های ضروری اندیشیده، کشور ما اعضای 6 لایحه منطقوی دایر به پیشگیری تغییرابی اقلیم بوده، 20 لایحه را در داخل مملکت جهت مساعدت به پیشگیری تغییرابی اقلیم عملی نموده است. در برابر عملی نمودن تدبیرهای مشخص اوید به کاهش تاثیر اقلیم به محیط زیست در سطح ملی و منطقوی، تاجیکستان اینچنین به یک قطار کنونسیا و دیگر سندهای بین المللی امضا گذاشته، فعالیت خود را در سطح جهانی نیز گسترش داده است. تشبسهای بین المللی تاجیکستان جهت حل مسئله های آب و اقلیم در سیاره زمین مهم و سری وقتی ارزیابی می شوند. با شرافت 5 تشبس جهانی و آینده نگری و سخنرانی های پرمحتوای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت محبوب کشور محترم امام‌علی رحمان در منبرهای سطح بین المللی جامعه جهانی درک نمود که کاهش و خرابشوی منبعهای آبهای آشامیدنی در سیاره می تواند اهل بشر را به فلاکت های زیادی جانی، اجتماعی و اقتصادی دوچار سازد. همکنون جامعه جهانی برای حل مسائل وابسته به تغییرابی اقلیم، پیشگیری آبشوی با صورت پریاخا در زمینه تشبسهای تاجیکستان چاره های
های ضروری مشترک را تطبیق می نماید. اعلان روز جهانی پریاخا 21 مارس، اعلان سال 2025 سال بین المللی حفظ پریاخا، تاسیس خزینه بین المللی مخصوص برای حفظ پریاخا، برگزاری کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید با مسئله های حفظ پریاخا سال 2025 در شهر دوشنبه و کنفرانس یابی سازمان ملل متحد ماه مارس سال 2023 تحت ریاست تاجیکستان و نیدرلند از جمله آن هاست. ظفر قیوم‌زاده، دلشادی خوشبخت، فیروز موسا، اخبار. برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می‌دهیم. باندشه متخصصان سوها استفاده تجهیزات کم مصرف می تواند صرفه نیروی برق را تا 5 مرتبه کم نماید. اگر تشکیلات اداره، کارگاه و کارخانه استحصالی و اهالی مملکت از تجهیزات کم مصرف برقی استفاده نماید، منفیت آن هم به بودجه اویله و هم به کارخانه و تشکیلات بوده، بویسی کوهش یافتن حالت های صدمه‌ناک در ایستگاه های برقی و کم گردیدن سربوری در ترانسفورماتور و دیگر انفراستراکچر انتقال دهنده نیروی برق می‌گردد. گزارش نورعلی صفومدین. استفاده صرفه نیروی برق کفیل تامینات بهتری آن در فصل زمستان است. سال تا سال استفاده برندگان نیروی برق در مملکت زیاد گردیده، طلبات به آن افزایش یافته است. برای پیوسته تامین نمودن شهروندان مملکت با قوه برق، دوام سالهای استقلالیت، لایحه‌های زیاد سرمایه‌گذاری تطبیق گردیده، در این سم نتیجه های نظررس به عمل آمد. این تدبیر امکان داد که اهالی مملکت در تمام فصل سال با نیروی برق تامین گردد. عین حال در جمعیت سامکش شبکه تقسیمات برق 1.6 میلیون مشتری به قید گرفته شده است. محض با تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، امروز محدودیت انرژی برق در جمهوری برداشته شد. مشتریان را ضرور است که باید در این فصل سرما از تجهیزات کم مصرف برقی استفاده برند، چون که اگر مشتریان تجهیزات برقی خودساز را استفاده برند، ناقل های برقی، ایستگاه های ترانسفورماتوری، زیرزگاه برقی پربار شده و به نارسایی برق آورده میشود. اگر تا سال های 1990 اهالی مملکت در یک سال 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استفاده میکرد، این شماره در سال 2022 به زیاده از 2 میلیارد کیلووات ساعت برابر گردید. یعنی استفاده نیروی برق در یک سال به حساب میانه 10% و در فصل زمستان 45-50% افزوده است. در فصل سرما صرفه نیروی برق خیلی مهم است. ساکنان مملکت را ضرور است که پیش از همه فرهنگ استفاده برای نیروی برق را براه مانند. همه ساله با آغاز شدن فصل سرما، طلبات یک چند مرتبه به نیروی برق زیاد گردیده، باعث سرباری در سیستم انرژتیکی مملکت از جمله زیرزگاه های برقی، خط های برقی و ترانسفورماتورها میگردد. از این رو شهروندان مملکت رو ضرور است که در این شب و روز از تجهیزات های کم مصرف برقی که با طلبات استانداردی جاوگو باشند استفاده نموده، نیروی برق رو صرفه کنه و عاقلانه استفاده نماید. از استفاده تجهیزات های خودساز برقی دست کشند، چون که باعث زیاد شدن سرباری در تجهیزات های انرژتیکی و سر زدن حادثه های سوختور میگردد. از همه استفاده برندگان نیروی برق خواهش کرده می شود که مبلغ برق استفاده شده را سر وقت پرداخت نماید. استفاده مقصدناک نیروی برق در هر یک اویله، تشکیلات و مؤسسه ها و کارخانه و کارگاه های استحصالی اهمیت اولین درجه داشته، استقلالیت انرژتیکی را تحکیم می بخشد. به اندیشه متخصصان اگر هر یک مشتری در یک روز 2 کیلووات ساعت نیروی برق را صرف نماید، پس 1.6 میلیون مشتری در یک شبانه روز زیاده از 3 میلیون 200 هزار کیلووات ساعت برق را صرف می کنند. این به منفعت هر یک اویله می باشد. حالت دیگری که می تواند باعث صرفه برق گردد، این از منبع نیروگیری دستگاه هایی که استفاده نمیشوند، از جمله نیروبخشنده تلفن، تلویزور، پچ برقی، ماشین جمعشویی را دور کردن لازم است، زیرا این دستگاه های به شبکه پیوست شده بهوده برق را در خود نگاه می‌دارند. نورعلی صفومدین، علی‌الدین کریم، امید قیوم‌زاده، اخبار. در جمهوری تاجیکستان با مقصد رسیدن به هدف های استراتژی مملکت، تحکیم استقلالیت انرژتیکی قدم های استوار گذاشته می شود. فعالیت با ثمر نیروگاه های برقی آبی در ولایت مختار کوهستان بدخشان امکان فراهم آورد که نوابسته سردی آب و هوا ساکنان منتظم با قوه برق تأمین کرده می شوند. شرح تاجی نسای فیض‌الله‌بک.
شرکت برقی پامیر انرژی در قلمرو ولایت مختاری کوهستانی بدخشان فعالیت خود را در سه سمت براه مانده با مقصد بلند برداشتن احتمالیت خطهای انتقال برقی و زیرسگاه‌ها صفتناکی تامینات قوای برق به مشتریان از تمام امکانیت‌ها استفاده می‌نماید. با مقصد تامین اهالی ولایت با نیروی برق همساله تجهیزات‌های نیروگاه‌های آبی برقی خوروق و پامیر یک تعمیر و ازنوسازی گردیده اهالی ولایت با نیروی برق تامین کرده می‌شود. شرکت برقی پامیر انرژی در دوام فعالیت چندین ساله توانست 90% اهالی ولایت را 24 ساعت با برق تامین نموده، دستگاه های تولید برق را همساله از تعمیر اساسی برآورده استوده است. حالا اهالی ولایت به طور شبانه روز از نیروی برق تامین بوده، فعالیت کارمندان به باز هم بهتر نمودن خدمت رسانی نگرانیده شده است. حاضر نیروگاه های کلانترین شرکت پامیر یک و خوروق همه ارگت ها آماده کارند برای تامین نمودن اهالی. ذخیره آب 150 میلیون کافی است برای گزندگان موسمی. همه ریزگاه ها، همه خطای برقی، همه شبکه انتقال های برقی آماده کار بوده، توسط اونها به اهالی ولایت برق تامین کرده بشود. نیروگاه برقی آبی پامیر یک همچون کلانترین منبع برق استحصال کنی ولایت دانسته شده در فصل زمستانی است. 4 دستگاه آن با اقتدار 28000 کیلووات ساعت برق استحصال می نمایند. با نامساعد آمدن باد و هوای امسال در عوض تنظیم شبانه روزی نیروگاه برقی آبی پامیر یک نارسایی آب به مشاهده نمی رسد و تا به امروز به فعالیت نیروگاه یگان مانع ایجاد نمی گردد. حجم حوض تنظیم شبانه روزی نیروگاه آبی برقی پامیر یک تا 390 هزار متر کوبی آب را تشکیل می‌دهد که زمینه خوبه برای تامین اهالی ولایت با برق ارزیابی می‌گردد. نیروگاه برقی پامیر یک با توانی 28 هزار مگاوات با توانی پورا کار کرده استوده است. مسئولین شرکت برقی پامیر انرژی در این روزهای سرد فصل زمستان کوشش نموده استودند که اهالی ولایت مختار کوهستانی بدخشان را با نیروی برق تامین نمایند و برای رسیدن به هدف‌های استراتژی دولت و حکومت مملکت تامین استقلالیت انرژتیکی از خود حصه ارزنده گذارند. یادآور می‌شویم که در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان با مقصد رسیدن به یکی از هدف‌های عالی مملکت استقلالیت انرژتیکی 12 نیروگاه برقی آبی و بودی فعالیت دارند که در تامین باشندگان ولایت با برق نقش کلیدی دارند. تاجنیسای فیض‌الله‌بک، مبارک شای رستم، اخبار ولایت مختاری کوهستانی بدخشان. با مقصد فعالیت معتدل زیرزگاه خطهای برق در فصل زمستان، کارمندان شبکه برق ناحیه رش زیاده از 54 کیلومتر خطهای برق، 32 ترانسفرماتور و دیگر تجهیزات را از تعمیر جاری برآورده برای دوره زمستان آماده نمودند. گزارش خبرنگاران ما. در توازن شبکه های برق ناحیه رشت 453 ایستگاه های ترانسفرماتوری دارشان گوناگون 1126 کیلومتر خطای برق 10 و 0.4 کیلووات موجود می باشد. این است که با مقصد تعمیر و برقرار نمودن خطای برق و ترانسفرماتورها، ایواز نمودن سیمچوب ها، کم نمودن تلفات نیروی برق تا همین دوره سال جاری، کارمندان شبکه های برق کارهای پیشبینی شده را از روی نقشه انجام دادند تا در فصل زمستان در تامین اهالی و تشکیلات و مؤسسه ها با نیروی برق یگان مشکلی ایجاد نشود. با مقصد پیشگیری از تلفات نیروی برق و پرداخت نیروی برق استفاده شده از طرف مشتریان، تا همین دوره سال جاری کارمندان شبکه های برق ناحیه 4200 حساب کنک های برقی را از داخل خانه های استقامتی و کارخانه ها به بیرون برآورده به حساب کنک های برقی الکترونی ایواز کردند. ایوازی جدا کنک های برقی 10 کیلووات، ایلاوه نمودن روغن در ایستگاه های ترانسفرماتوری، ایواز نمودن زیرپایه های کارنوشایم، ایواز نمودن نقل ها در خط هوایی برقی 10 کیلووات با مسافه 1 کیلومتر، این چونین ایواز نمودن محافظک های شدت 10.04 کیلووات و انجام رسانیده شده. عین زمان همه تجهیزات های شبکه های برقی ناحیه رش معتدل کار نموده با مشتریان برق خوش صفت تامین گردیده استوده است. در ناحیه ایرج با فرا رسیدن فصل زمستان اهالی و یک قطار تشکیلات و کارخانه ها اساسا انگشت را استفاده می برند تا منزل های استقامتی و دیگر بناهای معموری با گرمی تامین کرده شوند. در شبکه های تقسیمات برق ناحیه نوروباد برای در سطح بلند گذراندن فصل زمستان خط دهکیلووات مرکز ناحیه را پورا برقرار نمودند و برای کم کردن تلفات نیروی برق سیمچوب های چوبین با سیمچوب های آهنین و بتونی ایواز کرده شد. همچنین در 156 زیرسگاه ترانسفرماتور تعمیر جاری گردیده شد. گزارش در این خصوص.
دوره زمستان گذرانی در شبکه‌های تقسیمات نوحیه نوروبوت برای سال‌های 2022-2023 در شهر جهت کم کردن تلفات نیروی برق زیاده از 2500 حسابکنک برقی ایندوکسیونی به نوع الکترونی عوض کرده شد که این البته در کم کردن مصرف نیروی برق در هر یک خانواده زمینه مساعد را فراهم می‌آورد. شبکه‌های برق نوحیه نوروبوت جهت با اعتماد به نیروی برق تامین نمودن اهالی با کارخانه‌ها در یک قطار کارهای نظررس را به انجام رسانیدند، از جمله معاینه تکنیکی و پروفیلاکتیکی ترانسفورماتورهای 6104 ایواز نقل‌های فرسوده شده به نقل‌های برقی نو با درازی 5 کیلومتر، علاوه نمودن روغن در زریزگاه‌های ترانسفورماتوری 460 لیتر، راست نمودن سیمچوب‌های کج شده 16 عدد، ایواز محافظک‌های نمودی پیکا 10 کیلووولت در زیرزگاه ترانسفورماتوری 206 عدد. اینچنین در سال 2022 زیاده از 27 سیمچوب های فرسوده شده با سیمچوب های بتونی و آهنین عوض کرده شد که این عامل می تواند در پیشگیری نمودن خطرهای کندشوی خط های برق تأثیر گذار باشد. در نوحیه نوروبوت از طرف شبکه های برقی نوحیه زیاده از 150 زیرزگاه ترانسفورماتوری پورا از تعمیر برآورده شده، کارهای تعمیری در دیگر زیرزگاه های برقی ادامه دارند. باید گفت که سالهای قبلی در فصل زمستان صدمه ها در زیرزگاه برقی منطقه زود زود به عمل می اومد که این برای اهالی شهر مشکلی های زیادی را به بار می آورد. حالا باشد این مشکلی ها بعد تعمیر پورا از بین برآورده شد. از داخل خانه و بیرون برآورده سیمچوب های برقی 491 عدد در دوام سال 2022، در سال 2023 500 عدد دیگه به نقشه گرفتیم. موافق نقشه چرابینی های شبکه های تقسیمات برق نوحیه نوروبوت در مرکز نوحیه زیاده از 5 کیلومتر نقل های سیمچوب ها پورا عوض کرده شد. همرزی عبدالمجید دلشادی خوشوقت، امید قیوموف، نوحیه نوروبوت، اخبار. پرداخت سری وقتی انداز بر رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت زمینه می‌گذارد. برای ماندن کارهای فرماندهی و گذشتن به شکل نوی پرداخت انداز در شرایط رشد باثبات اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی در جمهوری تاجیکستان امکان فراهم آورد که انداز سری وقت سپریده شود. گزارش نورعلی صفامدین. عین حال در جمهوری تاجیکستان زیاده از 340 هزار انداز سپرنده به قید گرفته شده است. این نقطه امروزین یک چورابینی در کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بیان گردید. مورد به تاکید است که کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همساله با مقصد هوسمند نمودن صاحب کاران با نظر داشت سطح رعایت مقررات قانونگذاری انداز از جانب آنها و اجرای با صفت عهده‌داری های اندازی و در مجموع نشان دادن سطح بلند فرهنگ اندازسپاری اندازسپرندگان بهترین سال را انتخاب و معرفی می‌نماید. سال نیز یک چند سوبیکت های خواجگیدار با نظرداشت معیارهای مقرر شده اندازه‌سپرندگان بهترین سال انتخاب گردیدند. همزمان در اساس نتیجه های فعالیت کارمندان مقامات انداز از جمله صفت اجرای عهده‌داری های منصبی و سهمگذاری به قسم درآمد بودجه دولتی ناظر اندازه بهترین سال انتخاب گردیده، کارمندان فعال با افتخارنامه ها سرفراز گردانده شدند. مورد به تاکید است که نشان دهنده های قسم درآمد بودجه دولتی در سال 2022 به اندازه 104% تامین گردیده، به جای 14 میلیارد و 792 میلیون سومونی به بودجه دولتی 15 میلیارد و 386 و از 15 میلیون سومونی وارد کرده شد که نسبت نشان دهنده های پیش بینی شده 594 و از 15 میلیون سومونی زیاد می باشد. اندیشیدن تدبیرهای ایلوگی جهت بهتر نمودن مامورنوکی انداز، خدمت رسانی های دولتی در شکل الکترونی و در این زمینه محدود نمودن عامل های انسانی بر روند اندازه‌سپاری، استفاده حتمی دستگاه های نظارتی و خزینوی موثر، پورا به طور غیر نقدی به راه ماندن پرداخت همه اندازها به باجهای دولتی، اندیشیدن تدبیرهای سودمند اوید و باز هم بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری و صاحبکاری، هوسمندگردانی و قدردانی صاحبکاران میباشد. نورعلی صفامدین، الدین کریم، امید قیوم‌زاده، اخبار. سال 2011 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند با هم‌آوازی ساکنان مملکت قبول گردید که برای بهداشت حیات کودکان، کاهش سطح جنایتکاری در میان آنها زمینه گذاشته، مسئولیت پدر و مادر را در تعلیم و تربیت فرزند بیشتر نمود. قانون مذکور امکان فراهم آورد که پدر و مادر و آموزگاران تمام دانش و ملکه خود را برای تربیت نسل نوروز روانه نمایند. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکارانی ما.
ملت تاجیک در گذشته و امروز همچون مردمی صاحب تمدن به تعلیم و تربیت فرزند اهمیت مخصوص ظاهر کرده، برای در روحیه وطن دوستی و خویشتنشناسی، دانش اندوزی و معرفت پروری به وای رسانیدن فرزندان خود پیوسته تلاش می‌ورزند. ما از تحکیم اویله، تعلیم و تربیت نسل‌های سالم و صاحب معرفت یکی از واسطه‌های رشد و نموی جامعه، مستحکمی قدرت مملکت و پابرجایی ارزش‌های ملی به شمار می‌رود. قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در زمان به وقوع پیوسته است که جامعه به آن سخت نیاز داشت. تربیت اولین از اویله سرچشمه می‌گیرد و اویله اولین مکتبی روزگار است. از احساس بلند مسئولیت پدر و مادر خلق و اطوار آینده فرزند وابستگی عمیق دارد. قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در افکار تمام قشرهای جامعه تکان جدی را به وجود آورد که اکنون تربیت نسل نورس و مسئولیت آینده نیک آنها نه تنها یک مسئله اویلوی بلکه عهده‌داری است که از جانب قانونگذاری تنظیم گشته است و عملی شوی آن گروی به طور دخلدار تربیت نمودن فرزند می‌گردد. حکومت جمهوری تاجیکستان برای نسل نورس خیلی کارهای زیاد انجام داد. از بینید از کانسپسیای ملی تحصیلات سر کرده با کانسپسیای ملی تربیت و سپس با قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند. پس نتیجه خیلی خوب یعنی که بابور آورد است که ما شاهدی هول هستیم. جامعه را لازم است که به مسئله صفت تعلیم و تربیت دقت جدی داده، برای بلند برداشتن معرفت ناکی و جهان بینی، خودشناسی ملی، افتخار وطنداری و مسئولیت شهروندی نسل آینده ساز سهمی ارزنده گذارند. عالم جان ناصرزاده، مهروز جمعه، اخبار. برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می دهیم. سردی و بارش برف در شهر و ناحیه ولایت سوخ اگر از یک طرف برای کاری ساختارهای راه و کمونالی، تامینات گرمی به اداره و تشکیلات اندیشیدن چاره‌های الوگی را طلب نموده باشد، در سوهای کشاورزی به منفیت ارزیابی می گردد. گزارش محمود احمدزاده و الیاس باباجان. کشاورزان، عالمان ساحه، بارش و سردی های روزهای آخر را برای باغ‌ها، زمین هایی که شدگار تیرماهی گذرانیده شده است، منفعت ناک ارزیابی میکنند. اساسا در ناحیه برای گذرانیدن شدگار زیاده از 14000 گکتر معین کرده شده است. قسم اساسی شدگار زمین های زراعت های کشاورزی حاضر امروز به آخر رسانده شد. در ناحیه جبار رسولوف شدگار تیرماهی در 13000 گکتر انجام داده شده است. این کار با مقصد زیاد کردن بازده زمین و زمینگذاری به دوره کشت و کار بهاری از جانب خواجگی ها با توصیه مسئولین ساحه کشاورزی در روزهای مساعد آخر فصل تیرماه با استفاده از تکنیک های تسمه چرخ صورت گرفتند. شدگار خوشصفت یکی از عامل های اساسی فراوان حاصلی به شمار می رود. امسال زمستان سرد آمده باشد، این البته برای منفیتی مرد دهقان، برای کشاورزان است. در ناحیه جبار رسولوف با مقصد تامین فراوانی در 2300 گکتر کشتی غلدانه گذرانیده شده، مسئولین خواجگی ها جهت نشونما و غذادهی بهره گرفتن حاصل بلند از تجربه ها و سرچشمه های علمی استفاده می نمایند. برای سری وقت آزوکه دادن و نگاه بین غلدانگی ها تمام چاره ها رو می اندشیم و از هر یک گکتر نکم از 60-65 سنتر حاصل به دست می آوریم. در ناحیه جبار رسولوف بعد جمع‌آوری حاصل کشتی تکراری در اول ماه دکاور در زمین‌های کشاد و باغات تدبیرهای یخوبمانی را عملی نمودند. خواجگی‌های ناحیه جبار رسولوف از تامین کنندگان اساسی بازارهای مرکز ولایت با محصولات کشاورزی شالی، سبزوان، میوه‌گی‌ها میباشند و خواجگی‌ها در کشت و پرورش محصولات تجربه داشته، با مقصد زیاد نمودن بازده زمین چنین تدبیرهای سریوقتی را عملی می‌نمایند. در فصل زمستان یخوبمانی باغ و تاکزار از جهت علمی منفعت زیاد دارد. در خواجگی های دهخانی شهر استرافشان از امکانیت موجود است ثمران استفاده برده می شود. گزارش مضبوط بابازاده از شهر استرافشان. یخوبمانی باغ و تاکزار و تامین میدان های غلهزار و دیگر زراعت های سایه کشاورزی با آب و نمی ذخیره‌ای یکی از عامل های کلیدی فراوان حاصلی محسوب یافته. پس از انجام قنوچین حاصل در فصل زمستان، شغل اساسی مرد دهقان محسوب می‌یابد. این عمل در روزهای فصل زمستان و به خصوص پس از باریدن برف بلند دیروزه، میان زیاده از 10000 خواجگی های دهقانی انفرادی اویلوی که در 16 اسوسیاسی استفاده برندگان آبی شهر متحد گردیدند، راه اندازی کرده شد. اداره بهداشت زمین و آبیاری زرین رود که مسئولی با آب پالیزی تامین کننده سهمداران خواجگی دهقانی انفرادی اویلوی و کارگران کوپراتیوهای کشاورزی به حساب می‌رود. طبق دستور هدایت های در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه گردیده و شرطنامه با اسوسیاسیای استفاده برندگان آب شهر داشته، با نوبت به خواجگی ها یخوب را در فصل زمستان دسترس می سازد. سال روان بنابر خشک و کمبارش آمدن تیرما، جهت تامین ذخیره نامی زمین های باغ و تاکزار
و به طلب و بخورشوی پیشنهاد گرداندن یخوب پالیزی زیاده از 14000 کیلومتر کانالی کلان از مرکز شهر گذرانده و در قطعه آب تقسیم کننده با سفتی بلند تعمیر کرده توسط انشاءات آبرسانی بسمندسو و شهرستان در هر ثانیه با آبانبار زرین رود 2200 لیتر آب وارد گردیده با این وسیله زیاد از 6 میلیون متری مکعب آب پالیزی جمع کرده شد. همه روزه از آبانبار مرکزی در هر یک ثانیه 1400 لیتر آب پالیزی به خواجگاه های کشاورزی شهر استراشان دسترس کرده می شود. طور اطلاع داده شد امروز ها باغ و تاکزار و مزرعه های کشوده خواجگاه های دهخانی جماعت های دهات صبرستان، گلی سرخ، زرحلال و نجانی از یخوب زمستان شاداب گردیده ایستادند. جماعت دهات گلی سرخ کلانترین موضع شهر استراشان محسوب یافته. در این جماعت زیاد از 2500 عدد خواجگاه های دهخانی انفرادی و اولوی عمل می نماید و شغل اساسی سهمداران باغ و تاکپروری محسوب می‌یابد. برای با نظام و بی‌طلب استفاده بری آب پالیزی خواجگی ها با اساسیات استفاده برندگان آب چاریار و سیاد متحد گردیده با اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری زرین رود شرطنامه همکاری به امضا رسانیده سری وقت حق استفاده آب پالیزی را پرداخت می‌سازند. فعلا زیاد از 1000 هکتار باغ و تاکزار خواجگی های دهقانی جماعت دهات گلی سرخ از یخوب نخستین شاداب گردیده ایستاده است. مورد ذکر است که همه تاکزار خواجگی ها و از جمله خواجگی دهخانه روغنگران به طرز پشتگی بنیاد شده مجرای آب از بلندی و پستی ها دور زده و جویبار ژرف تاکزار می ریزد و نمی کافی فراوان حاصلی سال آینده را تامین میگرداند. خوب که در اوج است. حاضر من خوب که میتیم این از بسیار برای زمین فایده پرثمر دارد. مورد ذکر است که با او تاکزار خواجگی کشاورزی شهر استراشان که در 16 اساسیاتی استفاده برندگان آب متحد گردیدند در موضع های کماب در فصل زمستان اساساً سال دو سه مرتبه آبیاری میگردند. باغ و تاکپروران با استفاده از شرایط مساعد و به خاطر زمینه‌گذاری به حاصل فراوان سال آینده امروز باغ و تاکزار را از یخوب شاداب گردانده همزمان جهت ذخیره نمی کافی در فصل تابستان سال آینده جویبارهای ژرف را لبریز آب پالیزی میسازند. مضبوط بابازاده، استراوشان، اخبار. در دره سبزی نویه شهرستان که جای سکونت حیوانات و پرندگان نادر است، بلندی برف قریب به نیم متر می رسد. با مقصد حفظ حیوانات و پرنده های این منطقه از سردی و تامین آنها با غذا، کارمندان خواجگی جنگل ولایت سغ کارهای بیوتکنیکی را عملی نمودند. گزارش محمود احمدزاده و الیاس باباجان. مساحت پرورشگاه دره سبز نوحه شهرستان 18000 هکتار را تشکیل می دهد. این منطقه بلندکوه بارش برف زیاد بوده شبانگاه هوا تا به 30 درجه سردی می رسد. بارش برف که هفته روان صورت گرفت تا 50 سانتی متر را تشکیل می دهد و طبیعی است که برای حیوانات وحشی امثال گرگ، روباه، بز کوهی نوی سیبری، خرگوش و پرنده ها، کپ، عقاب، مرغ هلال که در این موضع سکونت دارند و به اقلیم مطابقند دریافت غذا دشوار می گردد. کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ولایت سغ و نوحه شهرستان با مقصد حفظ حیوانات و پرنده از سردی ها تامین با غذا کارهای بیوتکنیکی را عملی ساختند. در این موضع کارمندان خواجگی جنگل ولایت سغ و نوحه شهرستان گندم، جو، کارتوشکا، نمک، بیده خشک و دیگر مواد ضروری را در جایهای معین گذاشتند تا حیوانات و پرندگان منطقه در دریافت غذا در این روزهای سردی به مشکل دچار نیایند. با مقصد امین نگاه داشتن حیوانات پرنده وحشی در منطقه های کوهی امروز ها در میخواست ولایت گذاندن کارهای بیوتکنیکی جریان دارد. امروز ما در پرورشگاه دری ساز مؤسسه دولتی خواجگی جنگل نوحه شهرستان قرار داریم که در اینجا کارهای بیوتکنیکی گذرانده شده ایستاده است. امروز مواد خوراکه از قبیل خاشاکی ها، گندم ریزه، خوراکه که در انبار خواجگی ذخیره کرده شده است در این موضع چشیده شده ایستاده است و ما این اقدام را من بعد نیز ادامه می دهیم در تمام خواجگی ها این بعد نیز منتظم جریان می گیرد چون که روزهای آخر بسیار حرارت هوا پست شده ایستاده است و این امکانات می دهد که من بعد جهت زیاد نمودن سرشمار و امین نگاه داشتن از خونکی حیوانات پرنده وحشی مساعدت می نماید. در نوحه شهرستان مساحت جنگل 47156 هکتار را تشکیل می‌دهد. برای دسترسی با غذا و حفظ حیوانات و پرنده ها تا این وقت در ولایت دو مرتبه کارهای بیوتکنیکی گذرانیده شده چون این تدبیر از جانب کارمندان خواجگی جنگل در همه شهر و ناحیه های ولایت امروزها باز ادامه یافت. مسئولین و کارمندان خواجگی جنگل ولایت سغ در برابر راه اندازی نمودن کارهای بیوتکنیکی همزمان جهت بنیاد و برقرارسازی جنگل تدبیرها را عملی می نمایند.
در نهالخانه نزد خواجگی جنگل نوحی شهرستان که 1.6 گکتر را تشکیل می‌دهد 18000 بیخ نهالهای سوزنبرگ و آرایشی پرورش یافته استادند که در موسم در موضع‌های خالی منطقه جنگل شنونیده می‌شوند. در نزد خواجگی های جنگل ناحیه های شهرستان، دیوشتیج، عینی، اشت، کوهستان مسجو، شهرهای پنجکین، استرفشان و کارخانه واحد دولتی خواجگی نهال پروری ناحیه ظفرآباد، نهالخانه های پرورش نهال های سنوبر، اردشت، دوب، سفیددار، ارچی شرقی، ارچی ظرفشانی و دیگر نمودی درختان سایه افکن و آرایشی فعالیت دارند. در مجموع مساحت نهالخانه های خواجگی جنگل شهر و ناحیه های ولایت نزدیک 10 هکتار را تشکیل داده 785000 بیخ نهال برای بنیاد جنگلزار نو و برقرارسازی جنگل پرورش کرده می شوند. وابسته به موضع موقع جایگیر شوی از 1 هکتار زمین جنگل شنانیدن 700 تا 1000 بیخ نهال امکانات هست. بنیاد و برقرارسازی جنگل با مقصد حفظ عالمی نباتات و حیوانات پیشگیری از آفات های طبیعی و نمای نو بخشیدن به موضع های کوهی عملی می شود. طوری مسئولین مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ولایت سغد اطلاع دادند با استفاده از نهالهای نهالخانه های خواجگی جنگل شهر و ناحیه های ولایت سغد هر سال 100 هکتار جنگلزار نو بنیاد و در مساحت 300 هکتار برقرارسازی جنگلزارها انجام داده می شود. با سرد گردیدن هوا و بارش برف، کارمندان شعبه حفظ محیط زیست و خواجگی جنگل مواضع مخصوص محافظت شونده با مقصد حفظ محیط زیست از جمله عالم نباتات و حیوانات کارهای بیوتکنیکی میگذرانند. در پارک طبیعی تاریخی شیرکنت شهر تورسونزاده خوشوک و دان پوشیده شد که این عامل باعث از بین نرفتن پرندگان و حیوانات میگردد. گزارش خبرنگاران ما. با مقصد حفظ عالم رنگارنگی وحش تاجیکستان در فصل زمستان از جانب مسئولین مقامات حفظ محیط زیست و خواجگی جنگل تدبیرهای بیوتکنیکی اندیشیده می شوند. مسئولین پارک طبیعی تاریخی شیرکنت شهر تورسونزاده نیز امروزها که هوای سرد و بارشات در قلمرو مملکت ادامه دارد با مقصد حفظ حیوانات و پرندگان این موضع تدبیرهای مهم را عملی می نمایند. در موضع شیرکنت حضور داریم که برای گذراندن کارهای بیوتکنیکی برای تلف نیافتن حیوانات و پرندگی در حدود پارک طبیعی تاریخی شیرکنت سکونت دارد، کارهای بیوتکنیکی دادن خوشاکی برای پرندگان، دادن ریز گندم و دیگر نمودهای مواد خوراکی که تا که آنها در سردی زمستان تلف نیابند از تلفی‌های امین داشتند، همه کارهای بیوتکنیکی گذرانده ایستاده‌ایم. در همین زمینه در این موضوع با مقصد از تلفیابی نگاه داشتن حیوانات و پرنده ها چنین یک تدبیر موسمی انجام داده شد. در پارک طبیعی تاریخی شیرکنت که موضوع مخصوص محافظت شونده است، حیوانات و پرندگان نادر نگهبین کرده می شوند. پارک طبیعی تاریخی شیرکنت که در منطقه کوهی جنگلزار واقع است، با سرد شدن هوا اکثر پرنده و حیوانات آسیب پذیر می گردند. در منطقه های بلندکوه که برف زیاد موجود است، به مقدار ضروری خوشاک و دام پوشیده شد که این عامل باعث از بین رفتن پرنده و حیوانات میگردد. برای ذخیره نمودن خوشاک در انبار خواجگی زیاده از 6.5 تن خوشاک و زیاده از 350 کیلوگرم ریز گندم، 320 کیلوگرم نمک و دیگر نمود غذاهای برای حیوانات و پرندگان ذخیره در انبار خواجگی هست که این کارهای بیوتکنیکی را ما زیاده از 4 مرتبه شد در حدود منطقه کوهی در همین بارشات زیادی برف در خنکی‌ها داده ایستاده. برای به مشکلی پسی سر نمودن فصل زمستان مسئولین خوشاک و غلادونگی و دیگر نمودی خوراک پرنده و حیوانات را ذخیره نمودند. مسئولین تلاش می نمایند تا در حدودهای مخصوص تدبیرهای اکولوژی را راه اندازی نمایند تا حیوانات نادر در این مکان ها زیاد شوند. افزایش و بلند برداشتن سهم جنگل در حل مسئله های تغییربی اقلیم، برقرار کنی جنگلزار، پرورش نهال های درختان محلی تاجیکستان، رشد انفراستراکتور جنگل و در این زمینه مهیا نمودن شرایط برای سیاحی اکولوژی محسوب می یابد. علاوه به همین موضوع، با مقصد حفظ عالم حیوانات و پرندگان نادر، کارمندان مؤسسه دولتی منطقوی جنگل پروری ناحیه فیض‌آباد کارهای بیوتکنیکی گذراندند. گزارش در این خصوص. با مقصد حفظ عالم حیوانات و پرندگان نادر و برای بی‌طلب برآوردن آنها از سردی‌ها، کارمندان مؤسسه دولتی جنگل پروری ناحیه فیض‌آباد تصمیم گرفتند که برای حفظ و نگهبین پرندگان و حیوانات وحشی کارهای بیوتکنیکی گذرانند. این نوبت کارمندان مؤسسه در موضع سرخاب نوی فیض‌آباد برای امین نگاه داشتن حیوانات و پرندگان از سردی در بلندترین مکانهای این موضع دان و خوشا گذاشتند. مواد مذکور
در موضع‌های برای حیوانات و پرندگان موافق گذاشته شده دسترس حیوانات و پرندگان می‌گردد. مقصد از گذاشتن چون چربین‌ها در آن است که تامین حیوانات و پرندگان نادری منطقه در سردی‌های فصل زمستان و امین نگاه داشتن آنها از طرف بی می‌باشد. خواجگی دروی سه منطقه بود در هر سه منطقه جنگل پروری کارو بیا تکنیکی علاقه گذارنده شدند و ما نیت داریم که باز در روزهای سردی زمستان در یک جایگی با ناظران حزب مویای جنگل و طبیعت دوستان چنین کارهای بیا تکنیکی را باز به انجام رسانیم. در مملکت حیوانات وحشی و پرندگان نادری موجودند که خاص طبیعت دیگر کشورها نیستند. ماس آن همین مخصوصیت ها طبیعت ما را رنگین و زیبا گردانده است. با گفته متخصصان صحه در صورت حفظ پرندگان حشرات ضررسان کم شده استفاده زرخیمکت ها کاهش می‌یابد. با انجام این تدبیر مبلغ زیاد صرف نمی‌گردد. نوواسته با وضع آب و هوا باید کارهای بیوتکنیکی گذرانده شود زیرا این دوره برای عالم حیوانات وحشی و پرندگان دوره مهم است زیرا این بایگرایی طبیعت در این دوره به حفظ و نگهداری ضرورت دارند. برای خوانندن پرندگان و حیوانات در دوره زمستان اجنبی تشکیلات مؤسسه دفتر دولتی در موضوعهای علیحده کارهای بیوتکنیکی گذرانده شده استفاده است که برای بتلاب برآوردن حیوانات در فصل زمستان مفید ارزیابی کرده می شود. بوبکان نمیزاده، عزری فتح‌الله، مقصد اخبار. راه اندازی کارهای بیوتکنیکی در موسم سردی در دامنکوها برای حفظ عالم طبیعت مساعدت می نماید. کارمندان حفظ محیط زیست در شهر نورک با مقصد پیشگیری از تلف‌یابی حیوانات و پرندگان تدبیرهای بیوتکنیکی انجام دادند. گزارش محمد علی عبدالکریم و شهباز غلامزاده. کارمندان بخش حفظ محیط زیست شهر نورک با مقصد نگهداری و تامین بی‌خطری گوناگونی بیولوژی به تلف برآوردن عالم حیوانات و پرندگان از فصل زمستان در چند موضع کارهای بیوتکنیکی انجام دادند. راه اندازی چنین تدبیرها در بلندکوها و دامنکوها مهم و سری وقتی بودند برای دسترسی حیوانات و پرندگان که معمولا در چنین موسم سردی ها به پایان می‌فرایند مساعدت می‌نماید. کارهای بیوتکنیکی اساساً در بلندی های موضع پولی سنگین، کوههای اطراف نیروگاه برقی آبی نورک و منطقه های دیگر جماعت دهات دوکانی گذرانیده شد. در این موضع ها از جانب کارمندان بخش حفظ محیط زیست شهر نورک به مقدار ضروری گندم و سبوس، بیده و نمک پاشیده شد. با اطلاع مسئولان تدبیرهای بیوتکنیکی تا به انجام رسیدن موسم سردی ها طبق نقشه گذرانیده می شود. مقصد از چنین تدبیرها حفظ پرندگان در موضع‌های کوهدامن به حساب می‌رود. امروز ما کارهای بیوتکنیکی را در 4-5 موضعی که بلندکوه می‌باشند گذرانده استفاده‌ایم. با اندیشه متخصصان انجام دادن کارهای بیوتکنیکی در وادی‌ها و بلندکوه‌ها با مقصد پیشگیری و تلف‌یابی حیوانات و پرندگان نادر خیلی مهم بوده در آینده با زیاد گردیدن سرشماری عالمی نباتات و حیوانات مساعدت می نماید. همچنین با ابتکار بخش حفظ محیط زیست در شهر نورک در جماعت و دهات با ساکنان جهت تامین نمودن پرندگان و حیوانات با مواد خوراکه در فصل سرما صحبت و واخوری های سودمند گذرانده می شود. محمد علی عبدالکریم، شهباز غلامزاده، نورک، اخبار. مقامات محلی نوحیه میر سعید علی حمدانی در جماعت شهرک و دهات و شفت راه افتومبیلگرد اهمیت جمهوری داشته گلستان شهرک مسکو با جلب ساکنان و کارمندان تشکیلات و مؤسسه امسال شنوندن 22 هزار بیخ نیهال همیشه سبز و رایشی و میوه‌دهنده را در نقشه دارند که 5 هزار آن را درختان همیشه سبز تشکیل می‌دهد. گزارش از نوحیه میر سعید علی حمدانی. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه میرسید علی حمدانی با مقصد حفظ محیط زیست و نظرآب گردانیدن و مستحکم سازی شاهراه اهمیت جمهوریوی داشته گلستان شهرک مسکو که به تازگی تجدید و نوسازی گردیده است کارهای آبادانی و سبزکاری را پیوسته به راه میگذارند. با این مقصد دوام دو سالی آخر در حدود شاهراه و جماعت های دهات ناحیه نزدیک به 870 هزار نیهال آرایشی همیشه سبز و میوه‌دهنده شنانیدند. بیشترین نوع نیهالان از جانب خواجگی های نیهال پرور ناحیه تامین کرده می شوند که این نوبت در حدود شاهراه 280 بیخ نیهال شنانیده شد. مسئولین مقامات اجرایی با نظرداشت آنه که خواجگی داران همساله به پرورش کرمک مشغول می باشند این موسم سبزیش 2500 بیخ نیهال تود را به نقشه گرفتند که تا امروز این نشان دهنده به 50% رسانیده شده است.
پروریش و شینوندن 5000 گل و بوته های آرایشی نقشه امسالای مقامات بوده، در حدود جماعت دهات مهنت آباد هدف شینوندن 450 بخنیهال سایه افکن را در نظر دارند. بخشیده با جشن 35 سالگی سرسبز و خورم گرداندن گلگشت و خیابان ها، شاره ها و کوچه های جماعت، کارمندان جماعت در یک جایگی با اهل جماعتچگی تصمیم گرفتند که در شاره ناحیه درخت های همیشه سبز شینانده شود. در حدود کوچه های جماعت باشد زیاده از 600 بخ نیال های همیشه سبز شینانده می شود. اینچنین گل و گلگشت ها و شینانده گل ها، شینانده درختان توت در خوجگی های دهقانی ادامه دارد. مسئولین بخش آبادانی ناحیه میرسعید علی حمدانی در مورد نگاهبینی درختان شینانده شده تدبیرهای ضروری را نیز اندیشیدند تا نو نهالان به تلف نشانما یابند. برابر مرکز ناحیه در حدود جماعت های مهنت آباد و قهرمان هم نهال شینانی وسعت دارد که در عموم باید 22000 نهال سایه افکن و آرایشی همیشه سبز و میوه دهنده شینانیده شود. با این عمل اهل زحمت ناحیه میرسعید علی حمدانی تصمیم دارند که در بنیاد باغ و تاکسار نو، برقرار سازی باغات کهنه، کبودی‌زارکنی محیط زیست و آباد و زیبا نمودن هر گوشه ناحیه سهمگذار باشند. خدایار ولی خوشدی نادرخان و صحیح حامد شریف، اخبار. در اکادمی دورکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مراسم سپریدن دیپلم ها به ختم کنندگان زینه ماگیستراتورای خدمتچیان دولتی برگزار گردید. این نوبت 59 نفر ختم کننده صاحب دیپلم گردیدند. موضوع را همکارانمون پیگیری میکنند. مراسم سپریدن دیپلم ها برای ختم کنندگان زینه ماگیستراتور خدمتچیان دولتی در سال 2022 در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دایر گردید. در مراسم تقدیم دیپلم ها تکمیل دانش های جوانان لیاقتمند را برای مکمل شدن جهانبینی و با خدمت شایسته آینده نقش گذاری نمودن آنها را در رشد بخش های گوناگون اقتصاد ملی مهم ارزیابی کردند. جلب جوانان به علم آموزی از روزهای نخستین صاحب استقلالی در محور توجه سازگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان قرار داشت. امروز قسم زیادی خدمتچیان دولتی را جوانان تشکیل میدهند. این از آن شهادت میدهد که حکومت مملکت به صداقت نسل جوان و توانایی این قشر جامعه باوری و اعتماد قوی دارند. ختم کنندگان ماگیستراتورای خدمتچیان دولتی از توجه و غمخواری های معارف پرورانه حکومت مملکت نسبت به نسل جوان اظهار منداری نموده قید داشتند. ما جوانان باید از همه قشر های جامعه فعال باشیم، تشبث های سازنده نشان دهیم، مقدسات ملی و دستاورد های استقلالیت را حفظ نماییم و در حیات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان با نیت و امید پاک و نیروی بنیادکارانه شرکت ورزیده، همچون پیروان اصیل پیشوای معظم ملت به خلق و وطن خدمت نماییم. پیش از همه منداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که چنین شرایط را به ما جوانان خدمتچیان دولتی مهیا نمودند. در جریان چوربینی در وضعیت تنتنوی به 59 نفر ختم کنندگان اکادمی اداره‌کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دیپلم‌ها سپریده شدند. مورد ذکر است که ماگیستراتور خدمتچیان دولتی سال 2009 از روی اختصاص اداره‌کنی دولتی برای دستگیری خدمتچیان دولتی تأسیس داده شده است که در آن مأمور خدمتچیان دولتی از تمام وزارت و اداره‌ها و مقامات محلی جلب کرده می‌شوند. بینندگان گرامی، آن همه خبر گزارشی که طول این سال به دست ما رسید منظور شما نمیدیم. سلامت باشید.